بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: مسارعهم دون النطفة، والله لا يفلت منهم أشرة، ولا يهلك منكم اشره. این یکی دیگر از اخبار ملاحم هست از آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. موضوعش هم خوارج هست، اهل نهروان هست. اخبار ملاحم اخباری است که از آینده خبر میده و دو قسمه. یک قسم از اخبار ملاحم محققین میگویند اخبار مجمله، مثل اینکه فرمانده سپاه به سپاه میگوید فردا که جنگ واقع خواهد شد شما پیروز معرکه هستید، اجماله، شما پیروزید. ممکنه یه پیروزی کمی هم که اتفاق بیفته این عنوان برش تطبیق بکنه. ممکنه پیروزم نشند، وقتی سوال کنن شما خبر از پیروزی دادید، برگردد بگوید پیروزی قرار بوده باشه، اما نیات شما درست نبود، همت شما درست نبود، به پیروزی نرسید. این خیلی مهم نیست، این طور اخبار. اما یک جور اخبار ملاحم اخبار مفصله، نه مجمل، مثل این خبر. این گونه اخبار رو حتی کهنه، سحره، اینطور اخبار رو نمیتونن بدن، چون کاهنها یا با جان در ارتباط هستن بعضی از اخبار رو میدن، یا یه سلسله حدسیات تلسمات رمل جفر، مثلا اینطور مسائل. گاهی هم اینا نادرست در میاد، یعنی درست در نمیاد. انسان میبینه رسمن که این خبری که داده با واقع تطبیق نکرد. یا مثلا کفبینی، بعضی کفبینی میکنن یه سلسله اخبار میدن، یه کلیات رو میگن. اینا ممکنه بعضیش درست باشه، بعضیش نادرست باشه. اما برخی از اخبار که این اخبار اصلا نمیشه انسان بگوید جز با اتصال به علام القیوب اینطور اخبار درسته. نمونش این خبره. میخواید ببینید امشب وقتی برگشتید منزل نهج البلاغه رو باز بکنید، خطبه 57 نهج البلاغه است. این نهج البلاغه یک کتاب عجیبی است، نه تنها یک کتاب اخلاقی است. به امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کردن که آقا اهل نهروان از نهر، از دجله عبور کرده. اینا عبور کردن. فرمود نه، اینا عبور نکردن. مسارعهم دون نطفه، محل کشته شدن اینها قبل از عبور از نهره. ببینید
قبل این کلمه این نطفه رو مرحوم سید رضی میگه خیلی لطیفه، چون معمولا نطفه رو ما به یه قطره آب میگیم نطفه، اما امیرالمؤمنین از نهر، از دجله تعبیر به نطفه کرده. میفرماید مسارعهم دون نطفه. حالا دو تا خبر غیبی عجیب، خبر غیبی عجیب، یکی این که لا یفلت منهم عشره، از این خوارج 10 نفرشون فرار نمی کنه. یعنی کمتر از 10 نفرشون فرار می کنه. بالاتر از این ولا یهلک منکم عشره، از شما هم 10 نفر کشته نخواهد شد، یعنی شهدای شما هم زیر 10 نفر. اینطور خبر رو نمیشه بگین که خبرم تو خبر معمولیه. 3 تا خبر، یکی این که گفتن آقا عبرو ان نهر، از دجله عبور کردن، از شط عبور کردن، فرمود مسارعهم دون النطفه، اینها قبل از نهر کشته خواهند شد. خب جنگ اتفاق میفته، مسارعهم، مسارع یعنی محلی که اینها کشته میشن. چقدر از ما کشته میشن، چقدر از اونا کشته؟ به صورت اجمال میتونست بگوید که آه یه تعدادی از شما کشته میشن، یه تعدادی هم از اونا کشته میشن. طبیعی اینو نمیگن خبر ملهمه. اما لا یفلت منهم عشره ولا یهلک منکم عشره، از اینها 10 نفر فرار نمی کنن و از شما 10 نفر کشته نمیشن، یعنی زیر 10 نفر. وقتی محاسبه کردن جنگ تمام شد، از نهروانی ها 9 نفرشون فرار کردن، یکی از اونها همین عبدالرحمن ابن ملجم مرادیه، یکی از اونا همین. و از اصحاب امیرالمومنین هم آمدن محاسبه کردن، 9 نفر کشته شد. این خبر رو بهش میگن خبر ملهمه، این اخبار از غیبه. و به قول ابن ابی الحدید این نمی شود این خبر رو کسی به با ضرس قاطع، با یقین، با جزم این خبر رو بدهد جز این که با جوهر علم الهی در ارتباط باشه. اگر یک کسی با جوهر علم الهی در ارتباط باشه میتونه اینطور خبر بده، الا نمیتونه خبر بده. ما از یک چنین امامی و از یک چنین شخصیتی پیروی میکنیم، اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مقتدای خودمون میدانیم و امام خودمون میدانیم و او رو حجت خدا می دانیم، تنها این نیست که امیرالمؤمنین یه شخصیت شجاع، عالم، زاهد بوده، بلکه مرتبط بوده با علم الهی و این مهمه. حالا جریان خوارج رو من به مناسبت مفصل توضیح عرض بکنم که در رابطه با خوارج هم صحبت شده باشه، بی مناسبت نیست با این شبهایی هم که در پیش هست. آقا امیرالمومنین میدونست خوارج آدمای بی دینی نیستن، اینا دیندارن، اما نساک جهالن، نساک جهال، دیندارهایی که اینها دین رو نشناخت. شناخت خیلی مهم. قرآن مجید می‌فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. پیامبر بگو به شما بگویم زیانکارترین شما از نظر عمل چه کسانی است؟ اونهایی که تلاش میکنن، سعی میکنن، کوشش میکنن
راه رو بیراهه میروند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی علمشون جهل مرکبه. تلاش میکنن، اهل نمازن، اهل روزن، اما تو اصول اشتباه رفته، در برداشت ها اشتباه کرد. خب مگر هر کسی که قرآن رو برداشت ترجمه کرد و قرآن رو گفت من ترجمهشو میخونم، یه کسی چندی پیش به من گفت که من اینطور امور قبول ندارم، من برداشتم از قرآن اینه. خب شما تو کدوم مکتب رفتی درس خوندی؟ چقدر با قرآن آشنا بودی؟ چقدر با لسان قرآن آشنا بودی؟ چقدر تفقه در دین کردی؟ چقدر حدیث شناس بودی؟ اینا یه کارای تخصصی است، مگر در خور فهم هر کسی هست؟ یه کسی میبینید سالها رنج برده، وقت گذاشته، شبها رو بیدار بوده، فکر کرده، اندیشیده، استاد دیده، تا رسیده به یک مرحله و جایی. حتی اولیات قرآن رو آقا بعضی میگن خواه ان الله علی کل شیء قدیر، خیلی معنای روشنی داره. بله، ان الله علی کل شیء قدیر، بله، خدا بر هر چیزی قادره. همین آیه با همین وضوحش بحث‌های متعددی داره. آیا خداوند متعال قدرتش از صفات ذات یا از صفات فعل؟ آیا قدرت خدا به محالم تعلق میگیره یا به محال تعلق نمیگیره؟ آیا قدرت خدا به خودش هم تعلق میگیره یا به خودش تعلق نمیگیره؟ ببینید اینا بحثه دیگه. خدا که علی کل شیء قدیر میتونه خودش رو هم از بین ببره مثلا، آیا به محالم تعلق میگیره؟ میتونه برای خودش شریک درست بکنه خدای متعال؟ اینا یه بحثای اعتقادی کلامیه، تو بحث کلام باید اینا بحث بشه. اینطور نیست که انسان بگه آقا من فهمیدم معنای ان الله علی کل شیء قدیر رو فهمیدم. ان الله به کل شیء علیم هم همینطوره، سایر آیات هم همینطوره. برداشت اونها یک برداشت غلطی بود استی، و این برداشت غلط خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. این اشتباه در برداشت باعث شد نسبت به امیرالمؤمنین که اساساً میزان خود اوست، میگه پیغمبر خدا نفرمود علیون مع الحق و الحق مع علیین، مگه نفرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علیین؟ اینا روایاتی است که عامه نقل کردن، نه تنها ما. نسبت به ایشون میگن آقا نه، این راهی که شما رفتی اشتباهه. به امیرالمومنین گفتن بایستی توبه بکنی تا ما بیم زیر یوغت. اشتباهی تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. زل، تلاششون تلاش گمراهی است. و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. امیرالمومنین فرمود خب حالا اینا دین دارن، مثل معاویه بی دین نیست که دین نداره. لذا فرمود لا تقتلوا الخوارج بعدی، خوارجو بعد از من دیگه نکشید. اینا رو رهاشون کن، بگذارید یه مدتی بگذره، تا اینا کاری ندارن، فسادی نکردن، مرتکب حرامی نشدن، ما کاری به کارشون نداریم. اینها ابتدا در کوفه بودن، بعد از کوفه رفتن خارج، شروع کردن آدم کشتن. عبدالله ابن خباب ابن عرت، خباب از سابقین در اسلام مستحضرید، خباب ابن عرت ششمین نفری است که در مکه به پیغمبر گرویده و مسلمان شد. پسر ایشون عبدالله ابن خباب از اصحاب امیرالمؤمنینه.
ایشون سوار بر یه مرکبی بود، همسرش هم سوار بر یه مرکبی خارج کوفه داشتن یه جایی میرفت. خوارج برخورد کردن به ایشون، گفتن چی میگی راجع به علی ابن ابی طالب، اعتقاد نسبت به امیرالمومنین چیه؟ گفت من شهادت میدم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب انسانی صالح، امام، حجت خداست. همه اینا رو گفت. گفتن این اعتقاد تو رو وادار میکنه که ما تو رو به قتل برسونیم. از مرکب کشیدنش پایین، سرش رو جلو همسرش بریده، سرش رو بریده. اما سراغ همسرش، همسرش باردار بود. به همسرش گفتن تو چی میگی راجع به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه؟ گفت همون چیزی که همسرم میگه، شوهرم گفت. ابتدا کشیدنش پایین از مرکب، شکمش رو دریدن، بچه رو داره بردن، بعدم کشتندش. این حرکت وقتی به امیرالمؤمنین خبرش رسید، فرمود دیگه نباید به اینا اجازه، این فساد در عرضه. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. خوب حرف میزنن، خوب عبادت میکنن، اما وقتی را میفتن تو زمین، زراعت رو از بین میبرن، انسان رو از بین میبرن. خب این کجای اسلام گفته انسان رو به خاطر اعتقاداتش انسان اینطور؟ اونم زن رو. ما اساسا زن کشتن در اسلام نداریم، مستحضری تو فقه مطرحه. اگر یک زنی مرتد شد، مرد مرتد رو میکشن اگه ارتدادش ارتداد فطری باشه، اما زن مرتد رو نمی کشن. زن مرتد رو استتابش میدن، میان توبه کن، و اوقات صلوات مورد ضربش قرار میدن بمونه تا اینکه بمیره، ولا نمی کشنش. ولی اینا شکم زن رو پاره کردن، بچهشو در آوردن، بچهشو کشتن، بعدم خودشو کشتن. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه دست و دست هم بگذره و در برابر اینا بنشینه، بی تفاوت بشه. آمدن. اینها ابتدا تعدادشون زیاد بود، فرمودن من با اینها صحبت بکنم، اجازه بدید با اینها صحبت بکنم. آمدن با اینها صحبت کرد، گفتن شما چی میگید؟ گفتن یا علی لا حکمه الا لله، حکم مال خداست نه مال تو. چرا در مسئله صفین حکمیت درست کردی؟ فرمود خب من که نمیخواستم حکمی، این حکمیت شما به من تحمیل کردی، من که نمیخواستم زیر حکمیت برم. این اولا. و ثانیا این که شما میگید لا حکم الا لله، میدونید معناش چیه؟ لا حکم الا لله رو میگویید، معناش این است که امارت هم مال خود، لا امرت الا لله. اگر لا حکم الا لله، من آیه برای شما بخونم، اگر یک زن و مردی با هم نزاعشون شد، مگر خدای متعال نمیفرماد فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها؟ یه قرآنی نداره. و انسان یه مقدار شعور داشته باشه. شما میگید لا حکم الا لله، کلمت و حقا یراد و به حل باطل، این حرف حقیست که از این حرف حق اراده باطل کردید. شما نفهمیدید این چی میگه. یه تعداد از اینها آقا متنبه شده، نمیخواست امیر المومنین رو به قتل برسونه. یک علمی رو داد دست یک کسی، علم صلح. یه تعداد زیادی جمع شدن زیر این علم، اما 4000 نفر پافشاری کردن، گفتن نه جنگ.
اجازه بدید به عقب برگردیم، این بد نیست. پیغمبر خدا در جنگ حنین وقتی غنایم حنین رو تقسیم می‌کردن، خیلی از غنایم رو دادن به کسانی که در مکه تازه مسلمان شده بود. انصار یه مقدار بهشون سخت گذشت که خب بالاخره ما هم جنگ کردیم، ما هم غنیمت می‌خوایم، ولو اینا فرار کرده بودن همشون. با پیغمبر 6 نفر از انصارمون، 6 نفر از مهاجرین، بقیه فرار کرد. پیغمبر خدا فرمودن خب من این غنایم رو به اینها میدم، اینا تازه مسلمانن، شما نمیخواید من خودم بیام به شهر شما؟ غنایم مال اینا، من به شهر شما. راضی شدن و گریه کردن انصار. یک کسی آمده بود کنار پیغمبر ایستاده بود، سرش هم تراشیده بود، یه قیافه خاصی داشت. غنایمو که پیغمبر تقسیم میکردن، هی میومد در گوش پیغمبر میگفت که یا محمد اعدل. اون روح بردباری و حلم رسول خدا پیغمبر اعتنا نکردن. بار اول، بار دوم، بار سوم، یه مرتبه فرمودن که تو به من میگی من به عدالت رفتار بکنم، ویحک ان لم یکن العدل عندی فعند من یکون. اگر عدل پیش من نیست پس پیش کیه؟ من چه ناعدالتی کردم؟ چی کار کردم؟ خب این اموالی که من دارم تقسیم میکنم هیچی هم برای خودم بر نمیدارم، این چه ناعدالتیه؟ یک کسی اومد گفت یا رسول الله اجازه بدید بکشمش. فرمود نه، این یه شخص نیست، لهو اصحابون یمرقون عن الدین. یمرقون، یمرقون یعنی یخرجون. اینا رو بهشون میگن مارقه. مارقه بهشون میگن، مثل تیری که از کمان خارج میشه و میخوره به هدف، هدف رو پاره میکنه، از اون طرف میاد بیرون. اینا همینطور میرن و از دین خارج میشه. اینا یک نفر نیستن، یه جریان تو جامعه. اینا به جایی میرسن که پیغمبر خدا رو هم قبول ندارن دارتی. میگن ما از پیغمبر دیندارتری، از امیرالمومنین دیندارتری. یمرقونن دین. جالب این است که تو روایات هست اینها چنان قرآن میخوانن که قرآن اینها پیش قرآن شما، قرآن شما هیچ پیش قرآنی. به قدری زیبا قرآن رو تلاوت میکنن، به قدری باحال قرآن رو تلاوت میکنن، اما لا یجاوز و تراقی هم. تراقی این استخوان اینجا رو میگن ترقوه، از اینجا بالاتر نمیره قرآنی. نماز شما کنار نماز اینا هیچ به حساب نمیاد، اما اصل خرابه، اصل خرابه. جنگ آغاز شد، ابن عباس رو قبل از جنگ امیرالمومنین سلام الله علیه فرستاد، فرمود برو با اینا صحبت کن. ابن عباس هبر خیلی تیزه آمد و برگشت گفت آقا ما علیهم سیما المنافقین، من توی چهره ها نفاق نمیبینم، لبهای اینها داره تکون میخوره، از حفظ تلاوت قرآن میکنه، پیشانی ها رو میبینم آماس کرده، پینه بسته. ابن عباس تحت تأثیر قرار گرفت. رئیس اینها عبدالله ابن وهب راسبی است، اون که پافشاری کرد. اینها کشته شدن، حدود 4000 نفر بودن که این طرف نهر همونطوری که حضرت فرموده بود کشته شدن. فرمود این مهمه، فرمود و آیت و ذالک،
یک مردی است به نام المختج. المختج مکناس به ابن ابی خویسره و ملقب به ذوالثدیه است. اینو پیغمبر خدا خبر داده تو کشته هاست. این از اخبار ملاهمه. ذوالثدیه، این مرد یک دستش جوری بود وقتی جمع میشد، مثل پستان زن میشد. رضا بهش میگفتن ذوالثدیه، صاحب پستان. پیغمبر خبر داده بود این آدم تو همین خوارج و این کشته میشه. لذا جنگ که تمام شد، امیرالمومنین سلام الله علیه تو کشته ها میگشت تا آمد فرمود من باید این شخص رو پیدا بکنم. اینو پیغمبر خدا خبر داده، کشته ها رو کنار زدن، ذوالثدیه رو نشان دادن که عایشه تو مدینه. خیلی عجیبه این خبر، او هم میدونست. تو عایشه تو مدینه فرستاده بود ببینید آیا این ذوالثدیه، این ابن ابی خویسره تو کشته ها هست یا تو کشته ها نیست. خیلی عجیب، این خبر رو از پیغمبر خدا شنید. و وقتی که آمدن دیدن که بله این شخص کشته شده، پیغمبر خدا فرمود، امیرالمومنین فرمود پیغمبر خدا خبر کشته شدن این مرد رو داده بود و مشخص شد این یکی از همون اخبار ملاهم بود. اما فرمود بعد از من دیگه خوارج رو نکشید، متعرض خوارج نشید. چرا؟ به جهت اینکه اینا دین دارن، متعرض اشتباه کردن و به هر حال اینا هر چی دارن از معاویه بهتر هستن که دین نداره. و شما اگر اخبار خوارج رو ملاحظه بفرمایید، اینا افراد زیادی بعدها کسانی رو داشتن که با معاویه و بنی امیه جنگیدن، خیلی هم به اینها ضربه زدن و اونام با اینها وارد جنگ شدن. خواب رو از چشم بنی امیه و بنی مروان اینها گرفتن و الان هم میبینید بعضی از این جریاناتی که هست شبیه همین جریانات خوارج هست که الان هم موجوده. این هم یک خبر، بلکه چند خبر از اخبار ملاهم که قرار بود ما اخبار ملاهم رو عرض کنیم. امشب شب 14 ماه مبارک رمضان و شب قبل از ولادت آقا حضرت مجتبی علیه السلام، من به خاطرم رسید امشب از فرزند آقا امام حسن مجتبی از حضرت قاسم یک یادی بکنیم و از این بزرگوار ذکری رو داشته باشیم. امام حسن سهمش در کربلا سهم زیادی است و قبل از شهادت امام حسین گریه کرد خود امام حسن. وقتی امام حسین کنار بسترش نشسته بود عشق میریخت، فرمود لا یوم که یوم میکه، این عبارت مال امام حسن مجتبی، لا یوم که یوم میکه یا ابا عبدالله ازدلف علیک 30,000 رجل، 30,000 نفر جمع میشن خون تو رو میریزن. اینا مدعی هستن که امت پیغمبر. اینا همین خوارج بود، یه تعداد اینا از همین خوارج بودن. اینایی که روز عاشورا به امام حسین علیه السلام عرض کردن آقا نقتلو که بغزن لعبیک فَإِنْ دَزَالِكَ بَكَا بُكَاءً عَالِيَا، خیلی بلند بلند حضرت گریه کرد. روز عاشورا قاسم ابن الحسن آمد، اجازه گرفت، گفت عمو جان اجازه بده برم میدان. استعظن فأبا أن أذن له فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه حتى أذن له، افتاد رو پاهای امام حسین. یکی در یتیم از رشته
عشق برآمد تا که گردد کشته عشق به خاک پایان شه سود رخسار. به گفته از تو پیدا عرش دادار غم بیاریت ای داور داد مرا درد یتیمی برده از یاد. حمید ابن مسلم میگه یادم نمیره وقتی این آزاده آمد میدان دیدم داره گریه میکنه. تصور کردم 30,000 لشکر، یک آزاده ای که لم یبلغه الحلم داره گریه میکنه. اما وقتی شروع کرد به رجز خواندن دیدم گریهش برای قربت عموش حسینه. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبتون نبی المؤمن المؤتمن هازا حسینون کل اسیر المرتهن بین اناس لا سقو صوب المزن حمله کرد جنگ نمایانی کرد. اما یه مرتبه صدا زده عمو جان به دادم برد فجال حسین کس سقر المنقم وقتی رسید دید قاتل روی سینه قاسم نشست شمشیری حواله کرد. بعضی ها معتقدن جمله ای که شب عاشورا امام حسین فرمود همین بوده. میگن قبل از شهادت بدن قاسم رفت زیر سم اسب. حمید ابن مسلم میگه دیگه ندیدم حسینو فیضن بالحسین قائمون علا رأس الغلام. دیدم امام حسین بالا سر قاسم ایستاده و الغلام و یفحص و برجلی قاسم پاها رو بزنی. اجر حسن را به تو پرداختن. چی کار کردم اجر؟ چی بود اجر؟ اسب به نازک بدنت تاختن. کاش نمیدید عمو این چنین جان دهی و پای زنی بر زمین. کاش نمیدید کاش تو رو نمیدید اینطور که عزیزم پاتو به زمین بزنی جان بدی نشست روی زمین. فوزع صدره علی صدره. یه جمله دیگه من بخونم. حمید میگه دیدم قاسمو برداشت قلت فی نفسی ما یصنع به چیکار میخواد بکنه بدن. دیدم آورد و آورد کنار بدن علی اکبر خواب. قاسم آدم تو دانی که چه ها با دل کرد عمر کوتاه توان مثل تویی حاصل.